رادیو همراه بفرمایید. سلام علیکم دکتر، وقت شما بخیر. سلام، بفرمایید. بفرمایید دکتر، من یه سوال داشتم خدمت شما. من حقیقت بیش از اندازه خودارضایی انجام میدم و یه جور زیاد انجام میدم و اختلال فتیش هم دارم، یعنی میشه گفت اختلال جنسی فتیش. بعد میخواستم بدونم که با هیپنوتیزم میتونم بهتر شم، چون انوار مشکل راه ها رو امتحان کردم، چه دارو چه نوروفیدبک. حالا میخواستم بدونم که با هیپنوتیزم. نه، شما چند سالتون؟ اولا 25. و فرزند چندم خانواده هستی؟ فرزند پنجم. از چند تا؟ از پنج تا. اوکی. از چه سنی خود ارضایی رو فکر میکنید به صورت جدی شروع کردید؟ ببین، من از حدود 4-5 سالگی این اختلال رو داشتم، این فیچیری شبیه به فیش. مثلا تو ذهنم احساس میکنم که یک خانومی داره، یک آقایی داره برای یک خانومی که مثلا خانوم قدرتمندی هست بردگی میکنه، بعد منم دارم به عنوان نفر سوم اون رو میبینم. حالا این احساس رو از 4-5 سالگی داشتم فکر کنم، ولی عمل خودرضایی رو از حدود 12-13 سالگی به این طرف شروع کردم. دیگه تا الان میزنم، فکر میکنم. خب الان مثلا در هفته یا در روز چند دفعه این کار رو میکنید؟ الان هر روز تقریبا وجود دو سه بار انجام میدم. خب حالا به من بگید، پروی دکتر که رفتید، غیر از مشکل و مسئله ای که از این نظر میگید دارم و یا فکر کردن دارید، چه بیماری یا چه مشکل دیگه ای رو به شما نسبت دادن؟ ببین، مثلا فکر میکنم من وسواس جبری و پیشفعالی هم داشته باشم، یا شاید دو قطبی هم حتی، ولی به نظرم همین. این مشکلم چون با توجه به تحقیقاتی که داشتم برمیخوره به وسواسم، چون یه فتیشم اصطلاحا یه وسواسه، یعنی علاقه وسواسی به پا. نه خب متوجه هستم. حالا این نسبت به پای هم زن و مرده یا فقط زن؟ نه فقط زن. فقط زن. آیا اونم نسبت به ساق پاست یا حتی انگشتانه؟ بیشتر انگشتان و مچ پا، پایین‌تر از مچ. یعنی جایی که کفش می‌پوشن. بیشتر کفش دوراب و جایی که کفش داخل. شما از این پا که میره داخل کفش. اوکی. این چهار تا خواهر برادر بزرگتر یا اینا پسرن دخترن، چه نسبت با چه فاصله ای ان با شما؟ سه تاشون خواهر، یکیشون آقاست. خب این که پسره، اونا هر کدوم چه فاصله سنی با شما دارن؟ من بچه کوچیکم، اون بزرگه که آقای اصلا مدت زیادی که باهاش قهرم، و این باقی سه تا هم کوچیکشون 2 سال ازم بزرگتره، دختر سوم 8 سال ازم بزرگتره و دختر چهارم هم 9 سال ازم بود. 11 سال ازم بزرگتره. حالا شما غیر از این حالات مربوط به زمینه جنسی، در هیچ زمینه موضوع دیگری هم هست که رفتارتون احساستون غیرعادی باشه؟ در زمینه جنسی؟ نه غیر از موضوع جنسی. من غیر از موضوع جنسی، مثلا من آقای دکتر این عادت دارم، مثلا قبلا اینجوری بودم، الان کمی بهتر شدم. مثلا آهنگ که گوش میدم، خاطر هم میگم شاید بیشتر باشم، آهنگ که گوش میدم مثلا با آهنگ میدوام، خیلی انرژی زیاد دارم، اصلا نمیتونم وایسم به یک جا بند نیستم، خیلی اذیت میشم، مثلا نمیتونم تو صف زیاد منتظر بمونم. قبلا مثلا تا یه 10-20 روز پیش آهنگ زیاد گوش دادم، بعد آهنگ گوش دادم باش میدویدم، تفکر تخیل میکردم آهنگ، مثلا تو رویا میدویدم، و مثلا باش همراه با جهش بود. نمیشه میگم مقصود از جهش غیر معقول هم داشتم، خوابم کمه نسبتا، مثلا یا دیر میرم به خواب و دیر پا میشم یا خودم خوابم کمه. به من بگید که از نظر دوست و ارتباط با پسر و دختر تا با حال چگونه بودی؟ چقدر دوست پسر دارید، دوست دختر دارید؟ با دختر که اصلا تا به من دوستی رابطه نداشتم، ولی با پسر چند تا دوست دارم که باشون رابطه دارم، با هم صمیمی هستیم، ولی با دختر اصلا. چرا نه؟ چرا اصلا نه؟ حقیقت میلی بهشون ندارم. اینجوری بهتون بگم، من این شاید الان مثلا زیباترین دخترم پیش من باشه، دو دختر زیبایی، مثلا خیلی بهش میلی ندارم. اون حسی که مثلا خاطر همین میخوام این حسو درمان کنم، مثلا اون حسی که دیگران دوستان من دارن، من اون رو ندارم. این رو نسبت به پسرم ندارید، درسته؟
نه پسر دارم، مثلا چند روز دارم با دوستان، پسر خیلی هم صمیمی هستم با هم خوبی. نه قصدم از نه قصدم از نظر جنسیه، گرایش و کشش به سمت اوکی. حالا به من بگید که آیا عکس و فیلم و اینا تماشا میکنید؟ بله، فیلم های مربوط به همین میسترس و اسلیو و همین سادیس و اینا رو آره نگاه میکنم. قبلا نگاه میکردم، الان یه کمی کمترش کمی کردم چون میخواد ترک کنم این آرزه رو. اوکی، به من بگید که آیا رابطه پدر و مادر رو چگونه میبینید؟ ببین، پدر من حقیقت سنش خیلی بالاست، نزدیک به 70 سالشه و از اون آدم قدیمی هاست. مادرم هم نزدیک به 60 سالشه، اونم آدم مذهبی، هر دو تقریبا آدم قدیمی هم. چون ما لرستان هم هستیم، مثلا اینجوری نیست که بدونن این استاگرام چیه، مثلا خیلی علمی نیستن، میدونی چی میگم، خیلی با علم آشنایی ندارن، با یکم قدیمی طورن. نه من کاری به اون ندارم، من میخوام ببینم آیا تو خونه مثلا تنبیه فیزیکی و اینا بود، کتک و اینها؟ اون پدر مادرم نه، ولی مثلا اشخاص دیگه آره قبلا هم خیلی بوده. مثلا برادرم که علاقه دیگه برادرم نیست، آره قبلا با هم خیلی کل کل داشتیم، ما هم مثلا کتک میزد در سینه کتکی. شما هیچ وقت خودتون مورد آزار جنسی کسی که قرار نگرفتید؟ آزار جنسی نه، آره نگرفتم، ولی کتک. اوکی، هیچ وقت احساس و حال خاصی که نسبت به خواهران نداشتید؟ نه اصلا. خواهر حالا بعضی موقع مثلا همین احساس فتیش رو بعضی موقع نسبت بهشون داشتم، ولی احساس دیگه نه، اعتباد جنسی با مهارم باشون نه. خب حالا شما کم مثلا فتیش رو بخون. آیا کسانی که به ذهنتون میارید آدم های واقعی هستند، تخیلی هستند؟ عکسی دیدید، فیلمی دیدید، چی به ذهنتون میارید؟ آره مثلا بعضی هاشون بازیگر، مثلا بازیگر زن سینما هم. بعضی هاشون مثلا یکیشون مثلا قبلا مثلا منشی یکی از مغازه‌هامون بوده، مثال میزنم. آره اون آدم ها واقعی هن، ولی احساس هم و اون چیزی که با اون آدم ها میسازن اون دیگه تخیلیه. خب چقدر غیر عادیست، چقدر رابطه مهربانانه و لطیف و ظریفه یا یه مقدار زمینه خودآزاری و دگرآزاری داره؟ مثلا خیلی خشن نیست، ولی تو ذهنم احساس میکنم که یه شخصی داره کاملا مثلا برده اون خانم میشه. حالا شاید اون خانم مثلا کتکش هم ازن زیاد، ولی احساس میکنم کاملا خودش رو مثلا مطیع اون خانم کرده و برده اون خانم. این جورایی واقعا مثلا این جورایی برده همه برده است. نه خانم، حالا برده است خب براش فرض کنید که غذا میاره، چقدر رابطه غذا میاره، حالا اون پاهاشو ماساژ میده یه مسئله است، ولی این بندگی و بردگی رو که شما در ارتباط میانه یه زن با یه مرد میبینید چند اندازه واقعا بردگی؟ چون ممکنه یه خدمتکارم یه مقدار این کارا رو بکنه، ولی نه معمول خیلی مثلا خدمتکار فکر نکنم در دنیای واقعی خیلی کم مگه با اینجوری چیزی باشه، مگر اونا هم واقعا میسترس راستی باشن، مگر نه چیزی که من حس کنم واقعا برده است. مثلا شب پیشش یه جوری مثلا بهش سجده میکنه، بعضی موقع پاهاشو مثلا ماساژ میده، یا مثلا به دقیقا مثل نوکر شخصیت خیلی بیشتر، خیلی شدت بیشتر. یه جوری بدون اون خانم این مرد مثلا هیچ هویتی نداره، شدتش بیشتر است نسبت به خدمتکار، خیلی بیشتر است. شما از چه چیزهای دیگه میترسید یا مضطرب و نگرانید نسبت به اونا؟ چون برخی از قضیه وسواس وجود آره. از چی؟ از گربه و سگ مثلا بیش از حد میترسم. آ دکتر حقیقت بخوام بهتون بگم، مثلا من بعضی موقع که میرم فوتبال مثلا یه توپ بیاد به سمتم، توپ عادی هم هست، افرادی که چند سال از من کوچکترن به راحتی میذارن استوکسین انجام بدن، ولی من از اون استوکسین نمیترسم. جورایی میترسید که چی بشه؟ قبلا من گفتم آره میترسم از همین استوکسینه که توپ میاد به سمتم، کم میترسم توپ جا خالی میدم، میذارم با کم دو به روی توپ. یا مثلا از بعضی موقع از درگیری اینقدر میترسم، از صدای بلند میترسم. بعضی موقع واقعیت بخوام بهتون بگم، بعضی موقع از مثلا قبلا من مثلا کم بوکس کار میکردم، مثلا از مش خوردن میترسیدم، مثلا از ضربه مش میترسیدم، خیلی زود چشمم میفتم. یه ترس های غیر واقعی دارم و خیلی هم سخته که بهشون غلبه کنم.
احساس میکنم همین استراب همچون استراب خودتون میدونید که ریشه خود و وسواسی جبری اوسیدیه، احساس میکنم همین هم شاید مرتبط باشن به این اوسیدی. حالا به من بگید آیا لباس ها عادی و معمولی میپوشید یا برخ از وقت عجق و عجق میپوشید؟ نه لباس های معمولی. آیا برخی از وقت مثلا توی مهمونی جمعی کارهای غیرعادی هم میکنی یا مثل بقیه معمولی و عادی و نرمال حرکت میکنی؟ بعضی اوقات خیلی اهل مهمونی رفتن هم نیستم، ولی کم تا حدودی، ولی بعضی موقع عارف شده مثلا کارهای اگه بری من بکنم تا کن بعضی اوقات خیلی کم مثلا چه کار بکنی؟ مثلا با داییم یا مثلا با بحث کنم، به خصوص بحث های مذهبی مثلا قبول نداشته باشم فلان موضوع مذهبی رو، یا مثلا بگم مثلا این دین و من اعتقاد ندارم چون مثلا منطقی نیست، مثلا فلان چیزو یه کمی مثلا بیشتر چیزا رو زیر سوال میبرم، مثلا هر چیزی رو بهم میگن باید خودم امتحان کنم ببینم واقعا صحیح است علمی هست، یه جوری مثلا دیر باور میکنم چیزی رو، حالا شاید زود باور باشم در چه چیزایی، ولی به خصوص عقاید مذهبی و مثلا عقاید کلی رو اینجوری که بگم چون فلانی ازم بزرگتر مثلا صحیح حرفشو گوش کنم، نه خیلی زیر تفکر تحلیلی زیادی دارم. خب از نظر درس و اینا درستون در دبستان و دبیرستان چی بوده؟ بعد از دبیرستان چه کردی؟ ببین من تا دبیرستان تقریبا درسم خوب بود، تو نمونه دولتی هم بودم، بعدش کم دیگه این امیال اومد سراغم، این میل جنسی و این شکل و همین بیشفعالی و اوهنگوش شدن زیاد و همین مشکلات دیگه تقریبا افت کردم و الان لیسانس هم گرفتم، لیسانس مدیریت دولتیمو دیگه تموم، الان دیگه یک سالی هست لیسانس ما تموم کردم. و کار میکنید یا نه؟ نه چرا هنوز کار گیرم نیومده. و همچنان تو خونه با پدر و مادر هستید یا با خواهرها کیا هستن؟ آره، تو خونه خواهرها ازدواج کردن رفتن؟ آره همه ازدواج کردن. شما حساسیت نسبت به شوهر اونا ندارید؟ ببین کلن آدم حساسی هست، میکنم زود رنجم، ولی کم مثلا شوهرشون کم، بعضیاشون اصلا کم میبینم، مثلا شوهرشون رو کم میبینم، بیشتر خودشون رو میبینم. اوکی حالا بذارید ما بریم پای شوهرشون هم جنبتون شده. اوکی سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری در حدی که میدونی کسی بوده با بیماری های جدی روانی؟ ببین مادرم مثلا وسواس جبر داره قطعا، اینو مطمئنم، چون مثلا بعضی موقع گیر میده به یه چیزی دیگه ول نمیکنه، احتمال چون مذهبی افراطی چه مذهبی قدیمی هم هست یوره، احتمال خیلی زیاد به نظرم وسواس جبری داره. خواهرم احتمال زیاد، هم خواهرم هم برادرم یا بیش‌فعالن یا دو قطبی هن، چون اونا هم به آهنگ مثلا حس زیادی قبلا داشتن، البته الان کمی کمتر شده، ولی قبلا حس زیادی به آهنگ داشتن و باش به پلپل میکردن مثل من، مثلا زیاد ورجه ورجه میکردن و براتون بگم حتی یه آهنگ مثلا سب کنید، مثلا یه آهنگ سنتی یه ترانه سنتی هم بذارید ورجه ورجه میکنید؟ ببین ترانه که ازش خوشم بیاد معمولا ترانه که بتونه منو به رویاه هم ببره، آره معمولا اکثر ترانه که ازش خوشم بیاد، آره ترانه که دوست داشته باشم نه. آخ شما رو به رویاهاتون ببره یعنی چی؟ به رویاهاتون ببره یعنی چی؟ مثلا احساس کنم که مثلا من این شخص مثلا ثروتمندی ام، من یه آدم مثلا معروفی ام، دارم رشد میکنم، مثلا یا مثلا یه ورزشکاری هم، یه سلبریتی ام، مثلا مردم دارن منو میبینن، بعد با این آهنگ میرم تو اون رویا، بعد دیگه میمیدوام حالا خون میکنم. آخه یه آهنگ فرض کنید که تو حتی خوشت میاد چه ارتباط داره که تو رو بره تو رویایی که مثلا آدم معروف و مشهوری هستی؟ چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ حالا یه سوالی، چقدر فکر کنید تو دوچاره، در حدی که میدونی چقدر فکر کنید دوچاره توهمی، اون چی که بهش کن ایلوژن، یعنی واقعا یه چیزایی رو خیلی که نیست خیلی جدی تو مثلا تو تاریکی نگاه میکنه فکر کنه مثلا رو اون صندلی کسی نشسته، داره یه توهمه برای که فقط یه ترکیب سایه ها و نوره که او رو به اینجا رسونده. آقای دکتر من در مثلا در زمانی که اوهنگ گوش میدم یا مثلا خیلی در جاهای دیگه واقعا احساس میکنم یه احساسای غیر واقعی دارم، حالا شاید هم بهش بگیم توهم،
یعنی احساس میکنم توهمی هم شاید داشته باشم، چون معمولا آدم عادی ندارن مثلا. اوکی، تو اشاره کردی که همه چیز رو زیر سوال میبری و باید علمی باشه. آیا خودت فکر کردی و یا متوجه شدی که برخی از مثلا استدلال غلطی میکنی، نتیجه گیری غلطی میکنی که ما در اصطلاح بهش میگیم دلوژن؟ یعنی مثلا من برگردم بگم این خیابون خیلی شلوغه، پس حتما اتوبوساش خالی هن. یعنی یه استدلالایی که ظاهرا به نظر ممکنه مرتبط برسه ولی واقعا نه. آره، این استدلال رو احساس کنم دارم. بله، این طور استدلالی دارم. اوکی، حالا آیا اون چیزی که ما بهش میگیم هالوسینیشن یا هذیان، یعنی واقعا یه چیزی رو ببینی که نیست، یه صدایی رو بشنوی که نیست، یه بویی رو حس کنی که هیچ کس دیگه حس نمی کنه، اینم داشتی؟ نه، در اون حد نه. بیشتر اگه توهمی هم دارم، در تخیل هم توهم رو دارم، نه احساس کنم واقعیه. خب آخه ممکن آدم توهم داشته باشه بدون واقعی نیست، ولی اینقدر برش بستا جاندار و زنده است که خیلی فرقی نمیکنه با یه واقعیتی. اوکی، آیا هیچ وقت به تو گفتن که ممکنه یه زمینه های مثلا شبه اسکیزوفرنی داشته باشی؟ شبه اسکیزوفرنی؟ آه، یا باید بگن نه اسکیزوفرنی نه، ولی بگن چون ما یه چیزی به اسم شبه اسکیزوفرنی از در اختلال شخصیتی داریم، بهش میگن اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر. آیا هیچ کنم از این دکترها به تو همچه حرفی زده؟ نه. اوکی. داروهایی که به تو دادند آیا هیچ وقت برای هایپر اکتیف یا بیش‌فعالیتی هم بوده؟ و یا دارو برای افسردگی دارن، برای منیک دیپرشن دارن، برای وسواس دارن، برای چی دارن به تو؟ در گذشته هم مثلا 4-5 سال پیش هم افسردگی داشتم یکم، مثلا که خیلی ناراحت بودم، گریه می‌کردم، ولی الان خیلی کم تر شد دیگه، افسردگی رو ندارم، فقط این ایراد رو دارم. حالا اگر من به تو بگم چه اشکالی داره که تو روزی دو دفعه سه دفعه خود ارضایی کنی، چرا از این ناراحتی من چی میگی؟ خب این زندگی رو مختل کرده آقای دکتر، مثلا دقیقا مثل یک اعتیادیه دیگه، نمیتونم ورزش کنم، اصلا بحثم مذهبی نیستم، نمیتونم ورزش کنم، نمیتونم چیزی. الان مثلا تو اینترنت دیدم که میگه یه دکتری گفت مثلا با هیپنوتیزم ممکنه خوب بشی. حالا می‌خواستم بدونم واقعیت داره این میگه. نه آخه هیپنوتیزم چه می‌خواد؟ تخیلی بدن منو. نه آخه این دکتری که هیپنوتیزم مراجعه چه بیماری گفته که با هیپنوتیزم خوب بشه؟ یعنی چی گفته؟ اتفاقا همون به من کمک میکنه که بدونم نظام استدلالی و برداشت تو چی. ولی مثل که تلفنت قطع شده به نظر این گونه میرسه. تنها اگر شاید مطالب من رو بشنون باید بگم که یه مجموعی از مشکلات و مسائلی که شاید زیر چتر یه نوع اختلال شخصیتی که به عنوان شبه اسکیزوفرنی هست قرار بگیره، و یا با توجه به سنشون که هنوز امکانش هست و البته نمیدونم سابقه خانوادگی در حدی که بیان کردن کفایت میکنه یا نه، ممکنه امکان اسکیزوفرنی هم به نوع خفیفش وجود داره. ولی به هر حال امیدوارم هیچ کدوم از اینها که سنگین و شدیده نباشه، ولی حتما احتیاج به کمک روانپزشک و استفاده از دارو دارن برای که جلوی پیشرفت این بیماری ها رو بگیرن و تا حدودی آرام و بل بگیرن. اما مطلب آخر که یه بار دیگه تکرار میکنم، اینقدر حساسیت رو و وسواس رو نسبت به تمایلات جنسی خودشون و یا خودارضایی نداشته باشن. اگر نسبت بهش بی‌اعتنا باشن ای بسا کمتر هم میشه و ضمناً در حالت معمول و عادی خودش به خودی خودش اونقدر مسئله